وقت شما بخیر، همراه شما هستیم در ایندیپندنت فارسی با گفتگویی درباره اعتراضات و خیزش ملی مردم ایران در گفتگویی با آقای علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. درود بر شما جناب نوریزاده و خیلی خوش آمدید و ممنون که در دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید که چرا بخشی از جامعه ایران علارغم مخالفتشون با جمهوری اسلامی اما همچنان در تظاهرات شرکت نمی‌کنند؟ با درود به شما و بینندگان برنامه شما در ایندیپندنت فارسی، ببینید هنوز برای یه عده جا نیفتاده. من در میان دوستان خودم هستم، باشون صحبت میکنم که چرا میگه هنوز باور نداریم این رژیم با این آدم کشا مگه میذاره و میاد میزنه نابود میکنه. من آدمایی رو میشناسم، آدمای موجهی هم هستن، مخالفان سرسخت رژیم هم هستند، اما هنوز باور نکردن این جنبش سر بازی ایستادن نداره. این جوانها مثل نسل قبل از خودشون نیستن، ملاحظه کار نیستن، هدفی دارن، به دنبال تحقق اون هدفن، حاضرن جانشون هم بدن. بله، و اینکه این بخش خاموش جامعه رو چطور میشه بیدار کرد؟ چطور میشه اینا رو وارد این بازی کرد؟ حضورتون ارز کنم خیلی جالب بود که در جریان انقلاب خمینی اکثریت خاموش جامعه کسانی بودند که اگر به میدان می اومدن خمینی برنده نمی شد. در پایان دکتر بختیار برنده می شد، اگر 1 میلیون هم طرفدار او بودن. امروز قضیه برعکسه، یعنی اگر این خاموشان در خانه بنشینن، در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو کمک کرد و باید در وجدان خودشون بشینن بررسی کنن آیا میخوان این رژیم ادامه پیدا بکنه، آیا میخوان ارتجاع و آنچه به اسم قوانین اسلامی میگن جامعه ما رو به ویژه زنان و جوانان رو اینجور مورد آزار قرار بده. بنابراین باید مرتب وجدان اینها، تاریخ ایران و سرنوشتی که ملت ایران میتونه داشته باشه بدون این جشن، و مردم منطقه چه تحولاتی خواهند داشت. تو همین 2 ماهه ببینید این رژیم که مشغول بوده منطقه آرامه. تصور بکنید اگر این رژیم نباشه ایران میتونه چه نقش پیشرویی در کمک و یاری رساندن به کشورهای منطقه باشه که دموکراسی رو ممارست کنن، همونطور که مردم ایران آرزو دارن بهش برسن. بله، و به نظر شما حضور کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی در این بزنگاه و یه تشکل خاصی اگر وجود داشته باشه میتونه نقش تاریخی رو ایفا کنه؟ من همیشه معتقد بودم که در میان اپوزیسیون، کسانی که به هر حال فعالیت میکنن علی رژیم، شاهزاده رضا پهلوی یه تشخص خاص داره. اولا پسر پادشاه پیشین و نوه رضا شاه، شاخص‌ترین آدم در صحنه اپوزیسیون. دوما در 43 سال گذشته نشسته شاهزادگی بکنه، بره دنبال زندگیش و زن و بچهش، دائم در صحنه بوده، در خطرم بوده. بنابراین من اعتقاد دارم حتما او جایگاه ویژه‌ای در آینده ایران خواهد داشت. این جایگاه رو مردم تعیین خواهد کرد، چون خود او همینو میخواد که مردم بهش بگن در کجا میخواد او باشه. در مقام پادشاه مشروطه گمان میکنم بهترین گزینه باشه. یک دنیا ممنون از پاسختون جناب نوریزاده و مرسی که دعوت ما رو دوباره پذیرفتید و اینکه ممنون از بینندگان عزیز که در این گفتگو همراه ما بودن. مرسی هراجان، خیلی ممنون.